امروز برتان یک غذای چینایی جور میکنیم، البته یک نودل برتان جور میکنیم که بسیار یک غذای ساده و آسان است. روغن بسیار کم اضافه کردیم به خاطر از که روغن کم نیاز است. خوب یک ذره گت شد و به خاطر مساله و نمک در قسمتش مخلوط شد و بسیار خوب است. ترتیب مخلوطش کرده میریم. بسیار یک بیزینک مقبول هم داره و خارجی ها کمی شد وقتی جور میکنن دیگه. برد سلام دوستای عزیز، خوش آمدید به برنامه خودتان، برنامه پخت و پز است و امیدوار هستم تا پایین برنامه با ما باشید. امروز براتون یک غذای چینایی جور میکنیم، البته یک نودل براتون جور میکنیم که بسیار یک غذای ساده و آسان است. امیدوار هستم این غذا رو شما هم جور کنید، بسیار خوشطعم و خوشمزه است. در ابتدا بیایید که مواد لازم شد ببینیم، بعد از مواد لازمه دیگه کارهایشم به ادامه برنامه ما را تعقیب کنید. گوشت ماهی یک قوطی، آش یک پاکت، بانجان رومی به مقدار لازم، کچپ یک قوطی، کرم به مقدار لازم، تخم مرغ جوشانده 6 عدد، پیاز 1 عدد، مرچ تازه، نمک و مسالجات به مقدار لازم. مواد لازمه را خود دیدین دوستا و آل از توستا براتون غذا را آماده میکنم. امیدوار هستم شما هم کوشش کنین این غذای خوشمزه را حتما آماده کنین. بسیار یک طعم خوب داره، خوشمزه است و کسایی که آماده کرده و میفهمن که چقدر یک غذای ساده و خوشمزه است. و همیشه وقت من کوشش میکنم که غذای جور کنم تا بتانین شما هم بتانین در خانه مواد لازم شه در دسترستان باشه تا راحت تر بتانین غذا را آماده کنیم. در ابتدا آش جوش میدیم. آش چینایی است، از بازار اگر شما خریدین میتونین برش بگین که آش چینایی برای ما یک پاکت بتین. یک کم قیمتش نسبتاً به دیگه آش ها بلند است، اما بسیار یک طعم خوب داره، خوشمزه است. امیدوار هستم شما این را آماده کنین. آب در دیگ قبلا اضافه کردیم، دانات جوش خوردن است. آش اضافه میکنیم. آش که اضافه کردیم بعد از این باز ببینیم دیگه کدام کارا رو ما انجام میتیم. آش دیگه قسمت میاریم و این ثابت اضافه نکنید که باز یک مقدار توته نمیشه وقتی که پخته شد. این رقم خوب توتهش میکنیم، خوب توته توته شوه. اگر این یک بار انداختیم باز بسیار دیگه چینایا همراه همون چوبک خورده میرن، اگر کلان هم باشه برای ما شما خوردنش باز یک مشکل میشه. خوب توته میکنیم میشه. اینو قسم خوب فشارش میدیم، توته میشه. یک عدد دیگهش مانده، این رو اضافه میکنیم. وقتی که اضافه میکنیم دیدین یک مقدار آبش اگر کم بود دوباره آب زیادتر پرتیم تا خوب آش در آب زیادتر جوش بخوره. این دوباره با صاف میکنیم. وقتی که صاف شد، آماده شد دیگه ما آدش و به ادامه برنامه خودتان باشین ببینین چگونه ای آماده میشه. فکر نکنم که آبش کم شد به این خاطر که اکثرت فامیلا شاید آبش زیاد هم نندازیم، قدر کمتر پرتین. اگر کم شد کم کم اضافه کرده میتونیم. و اکثر دوستای ما میتونن پیاز سرخ مال در بازار برآمده دیگه از اون میتونن استفاده کنین. پیاز سرخ یکی از دوستا گفت که ما دو پیاز جور میکنیم، از پیاز سرخ استفاده کنیم. خب کسایی هستن که استفاده میکنن، اما از دو پیاز، از پیاز سفید بسیار خوب است که شما استفاده کنین، اما غذای ما رو بسیار خوش رنگ و خوشمزه میسازه. به می خاطر همیشه وقت کوشش کنین از پیاز سفید استفاده کنین. مثل که ما شما شوله جور میکنیم یا شوروا جور میکنیم، پیاز سرخ هم باشه فرق نمیکنه. و حالا ببینیم آش که آستا آستا جوش میخوره، یک بار مخلوطش میکنیم. بسیار یک رنگ خوب داره، یک رنگ روشن تو وقتی که جوش میشه، همراه از این نمک مساله یا اضافه نمیشه. صرف یک جوش دادیم، صافش میکنیم. به ادامهش گوشت که شما دیدین، گوشت ماهی، ایران باز همراه مساله که سرخ میشه یک بار گردش میکنیم، مخلوطش میکنیم. اما بسیار کم روغن اضافه میکنیم، حدود 4-5 قاشق روغن کفایت میکنه. خود ماهی هم تور ماهی هم چرب است، روغن داره، به مخاطر روغنش کمتر مندازیم. و چینایی گاهی وقت از گوشت استفاده میکنه، گوشت ماهی
اکثر وقت زیادتر استفاده نمیکنن، صرف از تخم مرغ استفاده میکنن. چرا نامش از گرفته شده؟ اگر از گوشت استفاده کردین خوب نکردین فرق نمیکنه، گوشت ماهی ضرور نیست که حتما شما استفاده کنید. و حال دیگه است دوستا، این رو میمونیم خوب آماده شده. پیاز ریزه کردیم، بعدمش بانجان رو ریزه میکنیم. بانجان رومی ها یک ذره دیگه فصلش آخر است، رنگایشان پیکگک شده و بانجان رومی های بیرون از کشور هم نمیه، سابق خوب زیادتر می آمد، بسیار بانجان رومی های مقبول مقبول. امیدوار هستم که فصل بانجان رومی دیگه استاستا به خلاصی است و ایار هم همو دیخانه ایزای مون نگاه کردن و آل و فروش می رسانن. خوب است که ما زیادتر همینطور سردخانه داشته باشیم و ایار اقدر سردخانه نماندن، چرا یک ذره رنگش نو سرخ میشه، رنگ میگیره، بازی ها رو خام میکنن، میواردارن و یک ماه دو ماه دوباره سرخ میشن، میکشیشه و دوباره آماده خوردن میباشه. وقتی کوتاه دوباره برمیگه. پیدمه برنامه خوش آمدین، تراشک هم گرفتیم، استاد کرم تراشک کنیم، خوب میده میده آماده شوه، ریزه شوه. بسیار خوب است و بانجان رومی ها را ریزه میکنیم. بانجان رومی 6-5 عدد ریزه ریزه است، اگر شما بیشتر از این استفاده میکردین مشکل نداره، اما زیادتر هم نه که شما بگیرید 6-7 دانه، یک دانه دو دانه اگر زیاد شد مشکل نداره. دوباره بانجان رومی ها را ریزه میکنیم، پیاز اضافه میشه، روغن بسیار کم اضافه کردیم بخاطر از که روغن کم نیاز است، غذایی که زیادتر نیاز بود زیادتر اضافه کنید، کمتر ضرورت باشه کمتر اضافه کنید. و یه استاستا سرخ میشه، در روغن کم ما میتونیم غذای بیشتر سرخ کنیم، اما کرویای ناسوز باشه، کرویای ناسوز که از در روغن کم پیاز نمیچسبه در دیگ، روی دیگ نمیچسبه، غذا نمیچسبه، اما میسوزانیش اگر ما اینم توانیم برو نمیسوزه دیگه سرخ میشه، میسوزانیش چرا داغ میسر نمیچسبه با کرایی، به این خاطر ناسوز میگیشه. و غیر از اون که دیگه ناسوز هم همیشه وقت دیگه میسوزان اگر متوجه نشید. و بانجان رومی ها دو عدد دیگه شست این را میگیریم. قبلا براتون گفتم که بانجان رومی بسیار زیاد چینایی ها میشه وقت نمیندازه، اما یک هم وقت مخفدم در غذا تغییرات میارم بخاطر از این تمام بینندای ما به شوق علاقه غذا را جور کنند. چینای خام و بگذره کاش جوش دادن، تخمه میمانن بالایش ساس مندازن و نوش و جان میکنن. اگر من قسمی را جور میکردم یک تعداد هموطن عزیز ما شاید بگه که باز طعم خوب ندارن. خوب است که یکم وقت من غذا را جور میکردم، شما میتونید یکم تغییرات بیارین و هر کس در خانه که آشپزی میکنه در خانه آشپزی میکنه مسئولیت داره تغییرات در غذا آورده میتونه. هر غذایی که شما در بازار میبینید یک آشپز جور کرده و آشپز میتونه در غذای خود تغییرات داشته باشه. باز هم مخلوطش میکنیم، آش هم میبینیم که چقدر آماده شده، آستاستا دیگه نرم میشه، چند لحظه دیگه هم حرارت ببینه تا خوب نرم شوه. حالا ببینید چقدر توتیش کردیم، یکم دونش که ریز مانده هم تو کلانتر دیگه اضافه شد، چرا یا هم تو تو و پیچ در پاکت می دیده نمیشه، به این اندازه که ریزه شوه کلش بسیار خوب است. و چلو صاف هم گرفتیم که یک 5 دقیقه دیگه جوش بخوره آماده شود، دوباره بازی را صاف میکنیم و حالا بانجان رومی را اضافه میکنم. 2 دقیقه سپری شد، مخلوطش میکنیم دوباره، بانجان رومی ها که اضافه کردیم و خوب مخلوطش میکنیم. حالات شما که زیاد ماندیم تا زیدتر همی توزیز ترخ شوه آماده شوه و پیاز آماده بخواده که خوش کرد، بعد از این آماده از این میشه که بانجان رومی ها اضافه کنیم. حالات شما کمی کمتر میسازیم و رد کم آستاستا خوب دم بگیره آماده شد. روی تخته را که پاک کردیم نوبت کرم است. کرم مقدار لازم اضافه میکنیم،
من یک عدد گرفتیم تقریبا مزدش 500 گرم شاید باشه، اما اینقدر نیاز نیست کلش اضافه کنیم. مکرونی اگر جور میکردین یک مقدار کرمش زیادتر پرتین مشکل نداره، اما در خود این و غذای چینایی بسیار کم استفاده میشه. خب تراشکش میکنیم، از قسمت های سراخ های کلان شکزیر کلان تر ریزه شوه، کمی دوگام تراشک میکنیم. به ادامهش آستاستا با تخم مرغ پوست چه میگیریم و تخم مرغ اگر گرم باشه که وقتی که جوش میتین، همون وقتی که نوشجان میکنین تخم مرغش در اخیر جوش بتین، خوب هم تو گرم پوستش کنین، نوشجان کنین. یک رقم باز تخم مرغ زیادتر وقت بانه، برای 2 ساعت 3 ساعت پیک بار میشه، همون سفیدیش بسیار خدا سخت میکنه، با مخاطر خوب است که گرم نگاه کنین. و تخم تقریبا پیش از که برنامه شروع شد من ایده جوش دادم، آماده شده به این اندازه گرم خوب است. ترکاری گریخته ایده جمع میکنیم و چی خوب است که تخم مرغ هم نزدیک بیاریم، ما دارم خوب نزدیک خود میسازیم تا آستا آستا به خیر غذای ما آماده شد. وقفه کوتاه داریم، بعد از وقفه با ما باشین ببینید دیگه کدام کار انجام. بعد از برنامه خوش آمدید و آستا آستا به خیر غذای ما آماده میشه. در ابتدا چی خوب است که مرچ و مصالحش اضافه کنیم. مرچ اضافه میکنیم و مصاله اضافه میشه، نمک به مقدار لازم، دمی اندازه کفایت میکنم و گوشت هم اضافه میکنیم. و خوب مخلطش میکنیم. این ترتیب مخلوط میشه آستا آستا و ببینید این از دوستا یک آمه داشت بزین متوجه نشه، سرپوش هم پرش میکنن. خوب سرپوش رو اینجا بانیم، یک قسمت جای خرد بود و خوبی رو مخلوط میکنیم. و روغنش رو ببینید بسیار کم است، توتای گوشت که کم کلان است توتیش میکنیم در قسمت غذای موازیده شوه. اینه به این اندازه جورش میکنیم، خوب مخلوطش میکنیم. روغن بسیار کم انداخته بودم، مصالحش هم اضافه کردیم. خوب یک ذره گت شد و به خاطر هم مصالح و نمک در قسمتش مخلوط شد و بسیار خوب است. ترتیب مخلوطش کرده میریم و آله عراتش بسیار کم موندیم. آش هم میبینیم که چقدر آماده شده. خب آستا آستا دیگه خیلی آماده میشه، تا که یک مقدار دیگه هم خدا نرم میسازه آماده میشه. چه خوب است که مرغ پوستاشو بگیریم و تخم مرغ هم پوست میکنیم. تخم مرغ یک وقت پوست کردیم، میره باز از وسط دو توته میشه، بیشتر از این ریزش نکنیم. به می اندازه که باز ما براتون ریزه کردم، امیدوار هستم شما هم کوشش کنید به می اندازه ریزه کنیم. تخم تقریبا که شما تخم جوش بتین برای 30 دقیقه 40 دقیقه خوبم تو گرم می باشه. میالم خوب گرم است و گرم باشه تخم یک ذره پوست کردنش هم مشکل است. و این پشت قاشق بزنیم بسیار راحت پوست میشه. و نمک است، وقتی که هاش اضافه میکنیم بالای هاش یک ذره نمک هم اضافه میشه. دوباره باز خورمیش که آماده شده از ماهی و اضافه میکنیم کم کم و هم دیکروشنش خوبم تو برابر شود. و در کل یک ذره وقت بیشتر میگیره، تقریبا 12-13 دقیقه گفتم شاید پخته شود اما نرم نشد. شاید یه آشای چینایی هم چند نما باشه، یک نویشه که من جور کرده بودم در 15 دقیقه نرم شد، اما این یک 5 دقیقه زیادتر وقت گرفت. خب پشت قاشق میزنیمشو و آستا تخمه را پوست میکنیم.
آش میگیریم صاف میکنیم، سرپوش پیش میمانیم. بریم طرف کلوسا. صافش میکنیم. آبش بسیار، اگر یک ذره دیگه ای رو جوش میدادیم شاید آبش کمتر میشد. خوب است، به می اندازه که من آب اضافه کرده بودم. بینیم این اندازه بسیار خوب است، به اندازه است. و تخم دیگر رو میگیریم، پوست میکنیم. استاد صاحب بخیر، غذای ما را آماده میکنیم. و ظرف های اضافه رو در قسمت میمانیم. سرمیز با خلوت شو یک ذره. نمک هم نزدیکتر میمانیم، امروی کچپ یک جای. چه خوب است که آش دوباره اضافه کنیم در ظرف. خوب آبش بریزه. قسمت ها کلش اضافه میکنیم. و یک پاکت از این تقریبا برای 10 نفر کفایت میکنه. نوشجان کنین. و من زیادتر دیگه تعریف نمی کنم، همیشه غذا را که جور می کنم چندین بار یادآور میشم که غذا را جور کنین، چرا من قبلا جور کرده بودم و بسیار خوشمزه است، خوشتم است. نمی خاطر شما را گفتم که یک غذا را اگر جور کنیم بسیار خوب است. کمک نمک اضافه میشه و در ظرف کلانی را اضافه می کنم. کچپ اضافه کردیم یک چهار قاشق. بعد از او باز اوارش میکنیم، این رقم خوب اموار شوه. و آستاستا دیگه بخیر، غذای ما آماده شد. در کل شما میتونین در نیم ساعت یه غذا را آماده کنین. اگر یکم وقت عجله میداشته باشین، جایی رفته نیستین یا ناوقت میشه، غذایی که زود پز است مثل که در 20 دقیقه 25 دقیقه آماده میشه، از این غذا هم استفاده کنین، بسیار خوب است. اضافهش میکنیم دوستا بالای کچپ. این قسمت ها خوب اضافه میشه. ببینید بسیار یک رنگ خوبه با خود گرفته و خوشمزام است. امیدوار هستم شما هم کوشش کنین این آماده کنین، نوشجان کنین. بعد از او باز میفهمین چقدر طعم خوبه داره. فکرم که اموارش کنیم. خوب است، به این اندازه. مواد که سرخ شده این را اضافه میکنیم. کسایی که قبلا دیدن، البته گوشت ماهی بود و در قالیش یک مقدار از بانجرمی های استفاده کردیم و خوب دم هم گرفته را تکم. چه خوب است که آرده گل کنیم. و کبگیر دیگر را میگیرم، اضافهش میکنیم. این قسمت هایش مندازیم دوستا. و من کمترش اضافه کردم، تقریبا یک مقدار دیگه ایش که هست و باز دوباره به یک ظرف دیگه شما تزیین کنین. همین مقدار من خواستم که تزیین شوه، بیشتر از این نیاز نداره. و آله قسمت هایش میگیریم، چربی را تا تخم مرغ آماده میکنیم. به این رقم بسیار راحتی رو تتا میکنیم و اضافهش میکنیم طرف چهار طرف ظرف. به این رقم بسیار یک دیزاینه که مقبول هم داره و خارجی ها که همیشه وقتی رو جور میکنن دیگه بکنم اگه فاصله هایش زیادتر میتونم. ما خواستم که تخم مرغ یک مقدار بیشتر استفاده کنیم. و دوستای عزیزی بود، این بود یک غذای خوشمزه که برای شما آماده کردیم. امیدوار هستم شما هم میره کوشش کنین آماده کنین، نوشجان کنین. این بود برنامه امروز ما و تا برنامه دیگه شما رو به خداوند یکتا میسپارم. شاد و خرم باشید.